وزیر دفاع آمریکا میگوید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران بیش از آنچه که انتظار می‌رفت مؤثر و شدید بوده است. The sanctions, first of all, the UN Security Council resolution provided a legal platform for individual countries to then take even more severe actions against the Iranian regime. رابرت گیتس روز پنجشنبه پس از گفتگو با همتای فرانسوی خود هروه مورن در واشنگتن گفت تحریم‌های جدید شورای امنیت که در ماه ژوئن برقرار شد زمینه قانونی برای کشورها به طور منفرد به وجود آورد تا تحریم‌های اقتصادی بیشتری علیه تهران وضع شود. وزیر دفاع فرانسه ضمن تایید سخنان رابرت گیتس نسبت به نمایش هر گونه نرمش و ضعف در برابر ایران هشدار داد. Je crois que nous sommes l'un et l'autre convaincus d'une seule chose, c'est que nous devons faire preuve d'une détermination absolue. هروه مورن گفت ما باید عزم راسخ خود را نشان دهیم، اراده کاملی که شکست نخواهد خورد. وزیر دفاع فرانسه تاکید کرد ایرانیان ماه‌ها و ماه‌ها برای تغییر رفتارشان فرصت داشتند و دستی را که از سوی رئیس جمهوری آمریکا به سوی آنان دراز شده بود رد کردند. مورن گفت هدف از تحریم‌های اقتصادی این است که ایران از خود مسئولیت پذیری نشان دهد. او افزود این تحریم‌ها باعث شده است که بحث و جدلی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به وجود آید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه ضمن انتقاد از دولت احمدی نژاد گفت تحریم‌هایی که به رهبری آمریکا برقرار شده است به قدر کافی جدی گرفته نمی‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران چهارشنبه در گفتگوی با NBC تأثیر تحریم‌ها را رد کرد. وزیر خارجه ایران میگوید منفعل بودن سیاست خارجی اروپا در 8 سال دوران حکومت جمهوری خواهان در آمریکا اتحادیه اروپا را در پایین ترین سطح تاثیرگذاری قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، منوچهر متکی در همایش رؤسای نمایندگی های ایران در اروپا گفت ما در فضای غیر منطقی عمل کردن غرب به بازبینی و ارزیابی مناسبات ایران و اروپا میپردازیم و امیدواریم بتوانیم نقشه راه ادامه تعاملات با اروپا را تدوین و در دستور کار دستگاه دیپلماسی قرار دهیم. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در مراسم نماز جمعه امروز گفت یک دوران شبه ریاضت در پیش رو داریم که باید اول از خدا کمک بخواهیم و بعد با اتخاذ تدابیر مناسب از سوی مسئولان و همکاری مردم این دوران را به درستی و خوبی پشت سر بگذاریم. جنتی همچنین در انتقادی به دولت احمدی نژاد گفت اینکه یک عنصری را که مشکل دارد بالا میبرند و مسئولیت‌های مکرر به او میدهند درست و قابل توجیه نیست. ترکیه و ایران مجموعی از توافقهای دو جانبه از جمله ایجاد یک گذرگاه مرزی جدید بین دو کشور را امضا کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پس از دیدار با محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری ایران در استانبول در کنفرانس خبری مشترکی گفت فرصتهای عالی برای حل مناقشه موجود بر سر برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. به گزارش رسانه‌های ترکیه اردوغان گفت آنکارا خواهان مشاهده جنگ‌افزار هسته‌ای در منطقه نیست، اما با دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز هم مخالفتی ندارد. به گفته معاون وزیر نفت ایران با اجرای طرح تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی بخش عمده‌ای از صادرات محصولات پتروشیمی ایران قطع شده است. عبدالحسین بیات میگوید تولیدات 6 مجتمع پتروشیمی به پالایشگاه‌های نفت منتقل می‌شود و با اعمال تغییراتی امکان تولید بنزین با اکتان بالا در ایران فراهم شده است. این مقام جمهوری اسلامی میگوید تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی نشانه شکست تحریم‌هاست. او افزود به رغم تغییر کاربری مجتمع‌های پتروشیمی در حال حاضر هیچ کمبودی برای تأمین نیازهای واحدهای پایین دستی پتروشیمی وجود ندارد. یحیی رحیم صفوی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور دفاعی میگوید ایران 2000 کیلومتر اراضی ساحلی در خلیج فارس و دریای عمان دارد و هر ناو یا کشتی جنگی آمریکایی در تیررس موشک‌های ساحل به دریای نیروهای مسلح ایران قرار دارد و 65% نفت دنیا در منطقه خلیج فارس است.
رحیم صفوی که در مراسم نماز جمعه سخن میگفت اظهار داشت امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ملت مسلمان به یک استراتژی همه جانبه رسیدند که این استراتژی در مقابل تهدیدات و تحریم‌ها به پیروزی خواهد رسید. وی در ادامه سخنان خود گفت ایران قدرت بزرگی در منطقه است و آمریکایی‌ها نمی‌توانند این قدرت را در منطقه نادیده بگیرند. آنها باید این قدرت را پذیرفته و با آن کنار بیایند.